خانم، خانم ببخشید. بله خانم، شما نوه حاج آقا سلطانی هستین؟ بفرمایید امرتون. روم سیا، شرمندم، به خدا میدونم حال خوبی ندارین، حقم دارین، فقط اگه بشه یه چند دقیقه میخواستم با اتون حرف بزنم. خب شما رو نمیشناسم، چی کار میتونم براتون بکنم؟ میدونم، من اومده بودم با آقای سرمست حرف بزنم، بهم گفتن نیومدن اینجا. خدایی شد شما یه هو رسیدین. این بود که گفتم دست به دامن شما شم، شاید یه کمکی بهم بکنین. شما تو کارخونه آقاچون کار میکنی؟ من نه، شوهرم کار میکرد. 6 ماه پیش شب کرد عمرش رو داد به شما. خدا بیامرزتشون. من چه کاری میتونم برای شما بکنم؟ اگه چند دقیقه وقت داشته باشین عرض میکنم خدمتتون. اما من تو رو خدا قول میدم زیاد وقتتون رو نگیرم. من 3 تا بچه یتیم دارم. محض رضای خدا. بابا جون به حرفش گوش بده. مهتا تو منو میبینی؟ باشه بفهمیم بریم تو حیات، اونجا با هم صحبت میکنیم. بفهمید اگه فقط خودم بودم هر سختی رو تحمل میکردم، ولی شکم 3 تا طفل صغیر رو چطوری سیر کنم؟ برم گدایی کنم؟ دستم رو جلوی هر کس اونو کسی دراز کنم؟ به خود همین الانشم دارم خونه مردم کلفتی میکنم. یعنی شوهرتون هنوز طلبی داشته؟ پولی مونده که بهتون ندادن؟ من که از حساب کتاب اون خدا بیامرز خبر ندارم. برای طلبکاریم که اینجا نیومدم. یکی 2 هفته بعد فوتش آقای سرمست اومد 100,000 تومان به من داد که مثلا کمک خرجمون باشه. آخه من با اون 100,000 تومان چیکار میتونستم بکنم؟ بهش گفتم تو اون کارخونه یه کاری بهم بده. گفتم حداقل حالا که شوهرم تو کارخونه شما مرده یه کاری بدین من به جاش انجام بدم. آقای سرمست گفت فعلا که خودمونم کارگر زیاد داریم، بذار این فروشگاه جدیده را بیفته، خودم همه کارشم، یه کاری واسه جور میکنم. حالا با این اتفاقی که واسه حاج آقا افتاده معلوم نیست کی فروشگاه را میفته. به خدا اگه تو کارخونه هر کاری باشه انجام میدم، کار نظافتچی هم باشه من حرفی ندارم. خیلی خوب، من خودم با آقای سرمست صحبت میکنم ببینم چی کار میتونم براتون انجام بدم. شما فقط یه آدرس چیزی از خودتون به من بدین، میام سراغتون. خدا خیرتون بده، خدا از بزرگی کمتون نکنه. ساما میشینی؟ تو حرفاشو باور کردی؟ چه دلیل داشت دروغ بگه؟ چه دلیل داشت راست بگه؟ منظورم فروشگاه و این هست. در ضمن یادت باشه بابای من امکان نداره به هر آدم غریبی بگه که من همه کاری اونجا. یه دقیقه. الو سلام خانم مبینی، مهتاب هستم. ممنونم. نه هنوز تغییر نکردم. آقای سرمست هستن؟ آها نمیدونین کجا رفتن؟ نه حقیقتش میخواستم یه سوالی در مورد آقای گودرز رحیمی بپرسم. گودرز رحیمی راننده رو میگین دیگه؟ نه تا جایی که من میدونم حسابی نداره، حتی حاج آقا یه چک 1,000,000 دادن که کمکی به خانوادهشون شده باشه. بله که مطمئنم، من خودم چکو به آقای سرمست دادم. حتی یه صحبتی هم شده بودش که ماهیانه هم یه کمک خرجی به خانوادهشون بشه. بله ولی من دیگه خب بیشتر از اینش رو در جریان نیستم، باید از آقای سرمست سوال کنی. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدا نگهدار. بیا دیدی بهت گفتم حرف هر کسی رو نباید باور کنی؟ خب چه دلیلی داره دروغ بگه؟ دلیلشو من نمیدونم، من فقط میدونم رو اخلاق تأثیر گذاشته.
سلام خانم. سلام. سرمست هستم. آقای کامیاب زنگ دارم یا خدمتشون باشون قرار دارم. بله یه لحظه لطفا. بچه آقای کامیاب جناب سرمست تشریف آوردن. بله بله حتما. آقای سرمست خیلی خوش اومدید. منو به یاد آوردین؟ بله البته فکر کنم یکی دو سالی میشه که شما رو ندیدم. بله اکثرا آقای سلطانی منو سرفراز میکردن. اسباب تأسفه که این دفعه اینجوری خدمت رسیدم. متاسفانه باور کردنش برای منم خیلی مشکله. ولی خب چه میشه کرد؟ تا بوده بازی روزگار همین بوده. بفرم خسرو خان. سرمست چطوری؟ بفرم. خیلی خوش اومدید آقای سرمست. همونطوری که در جریان هستید و خدمت خسرو خانم عرض کردم، بنده کارهای وکالتی آقای سلطانی رو به عهده داشتم که بخشش مربوط میشه به معاملات و امور حقوقی و این چیزا، بخش دیگه‌اش مربوط میشه به همون چیزی که ازتون خواهش کردم تشریف بیارید. و چون این بخش مربوط میشه به بعد از حیات حاج آقا که متاسفانه به نظر میرسه الان در اون شرایط هستیم. منظورتون وصیت‌نامه است؟ حاج آقا مدتی قبل وصیت‌نامه‌ای رو تنظیم کردن که بنده قانوناً مکلفم بعد از فوت ایشون، وقتی خانواده توی شرایط مناسب روحی بهتری قرار دارن، اونو در میان وراث باز کنن. پس وصیت‌نامه آقا جون باید پیش شما باشه. انتظار داشتید جای دیگه باشه؟ نه خب البته نه، ولی در واقع ما هم دنبال همین بودیم که بدونیم آقا جون وصیت‌نامه‌ای تنظیم کردن که پس از مرگشون مشخص بشه اهدای اعضای بدنشون به چه صورته، که حداقل ما از این بلا تکلیفی در بیاییم. جناب کامیاب، متاسفانه شما الان نمیدونید که ما تو چه وضعیتی هستیم. چرا، کاملا درک میکنم خسرو خان. البته اگه حاج آقا چنین تصمیمی هم گرفته باشن، قاعدتا نباید توی وصیت‌نامه چیزی ذکر شده باشه، چون معمولا وصیت‌نامه چند روز بعد از مراسم خاکسپاری قرائت میشه. خب البته همینطوره، ما هم دنبال همین بودیم. اون تا جدن من نمیدونستم که آقا جون وصیت‌نامه ایام تنظیم کردن. مهتاب خانمه؟ مهتاب؟ یعنی چی شده؟ خب جواب بده، شاید خانم جون حالش بد شده. بله مهتاب خانم بفرمایید. خب استاد خانم اتفاقی افتاده؟ چی؟ اون پشت آمده بیمارستان چی کار؟ باشه فعلا خداحافظ. بفرما. هنوز هیچی نشده، یه مش کورو کچل مفخور را افتن و اومدن دوره. چی شده؟ یه بنده خدا یه موقع واسه ما کار میکرد، اونم قرار دادی زنشو قرار داد ما تو کارخونه بشه کار بدی. تا فهمیده حاجی این بلا سرش اومده، اومده از دلنازوکی مهتاب خانوم سو استفاده کرده و از و جز و اینجور اونجور که به یه آلافولوفی برسه. در حالی که من میدونم که حاجی حساب کتابش چطوره. تمام حساب کتاب حاجی درسته، دیناریش این ور اونور نیست. من از ریز و درشت کار حاجی خبر دارم. حالا فردا کی بیاد کی نیاد، چه ادعایی بکنه، چی بخواد چی نخواد، خدا میدونه. خب لو فرض آقا جون طلبکار بدهکارم داشته باشه، بالاخره باید یه اشاره تو وصیت‌نامه بهش شده باشه. الان هم که دکتر آقا جون رو جواب کردن و گفتن به زنده موندنش امیدی نیست، پس اگه اون وصیت‌نامه خونده بشه. در مورد این که توی وصیت‌نامه چی نوشتن یا ننوشتن، بنده قانونن و عرفن نمیتونم هیچ مطلبی رو تا قبل از باز شدن وصیت‌نامه، اون هم جلوی وراثت، مطلبی بگم. باز شدن وصیت‌نامه هم منوط به اینه که حاج آقا در قید حیات نباشه. خب آقا جون که بله میدونم، ولی من قانونن موظفم که بعد از فوت ایشون این وصیت‌نامه رو باز کنم. حاج آقا که هنوز متوفی به حساب نمیاد. آره بدبخت چی شد؟ بهتر نشدن؟ نه بابا این حرفا چیه میزنی؟ مرگ مغزی که خوب شدنی. عجب، واقعا متاسف شدم.
هرچند معلوم نیست پدر زن پولدار که میمیره باید به دوماد تسلیت گفت یا تبریک. فعلا که درد سرش فقط رسیده به ما. فعلا و ولش کن، باید دید ارسیه چی به جا میزنه. همین. اتفاقا به خاطر همین منظور مزاحم شما شدم. کلک. پس بگو چی شده یهو یاد منو چرا افتادی؟ جانم بگو عزیزم. من همین الان از دفتر وکیل حاجی سلطانی اومدم. میگفت یه وصیت نامه نوشته گذاشته پیش اون، ولی میگه که تا روزی که حاجی زنده است نمیشه درش باز کرد. آره یه همچه قانونی داری؟ خب درست گفته. یعنی چی؟ درست گفته رو ولش کن، ما باید کارخونه رو بچسبیم. میدون چه قرارداد داریم، با اونا چی کار کنیم؟ دو روز دیگه اینجوری پیش بره تمام کارا میخوابه. من به تو که وکیل نمبر وان این مملکتی زنگ زدم بلکه بتونی یه راه قانونی پیدا بکنی، بلکه بتونیم در این وصیت نامه رو باز کنیم. ببینم تو میتونی با وکیلش صحبت کنی، مانعش بکنی تا حاجی زنده است در این وصیت نامه رو باز کنی، بلکه تکلیف ما هممون روشن بشه بابا. والا راه قانونیش که همونه که وکیلش گفته. گفتی اسمش چی بود؟ چه میدونم، هوشنگ کامیاب. یک مرد که اونوقی اصلا مگه میشه باش حرف زد؟ کامیاب؟ تو مطمئنی؟ آره همین الان دفترش اومدم. میشناسیش؟ چه خوبم. آره اون اصلا مجوز وکالت نداره که. چی؟ شوخی میکنی؟ نه به چان تو، مجوز وکالتش به خاطر یه سری خلافایی که داشت دو سال پیش باطل شد، از کانون وکلا هم اخراج شده. اخ جون، پس وصیت نامه وصیت نامه مالیده هست ریتتی. نه اگه وصیت نامه در زمانی که مجوز داشته تنظیم شده از اعتبار قانونی برخورداره و شرایطم همونه که گفتم، ولی هوشنگ کامیاب الان مجوز قانونی وکالت رو نداره. این حساب تا حاجی زنده است راهی برای باز کردن وصیت نامه خوندنش نیست. ها؟ نه این مورد رو کاملا درست گفت. سلام دخترم، شما اینجا چیکار میکنید؟ فکر کردی یه دروغی رو سرهم کردی و تموم شد و رفت ها؟ مهتاب میخواد سر اون قضیه‌ای که تلفنی صحبت کردیم باهاتون حرف بزنه. امان از دست این دلنازیکای دخترونه. بریم تو اتاق من، اینجا نمیشه. بریم. خانم مولانا کسی زنگ زد وصل نکنی، ولی اگه مراجعه کنم برات بنشین تا من میام. من امروز خیلی خوشحال شدم دیدم که شما دوتا با هم هستید. والله اینو جدی میگم. آره جون خودت، از خوشحالی داشتی پس میافتادی. گفتم که چقدر خوبه که شما امروز با همین، ولی نمیدونستم که من امروز اینجا باید فقط حساب کتاب پس بدم. تو رو خدا اینجوری نگی، من فقط یکم گیج شدم اومدم. نه شوخی کردم دخترم، ناراحت نباش. من تا روزی که اینجا نشستم نمیذارم دیناری حاجی زیر دین کسی باشه. میدونم تو نگران این هستی، ولی باور کن من نمیخوام. نگاه کن چه قیافه حق جون رو خودش گرفته. حتی یک بگم خدا چی کارت کنه. شما خانم ببینید میگی آقا جون 1,000,000 تومان داده که براش بردین، اما خودش میگه فقط 100,000 تومان گرفته. من نمیفهمم. برای اینکه تو خیال میکنی همیشه خودت سادن و بلد نیستن دروغ بگن، ولی زبون که استخون نداره دختر من. عینیت گوشته از هر بار بچرخون. کاش داشت تا از خجالت تو یکی در میومد. یعنی میگی؟ بله دروغ میگن. یعنی من بی حساب کتاب حرف میزنم؟ اتفاقا تو همه یه خلافکاریات رو حساب کتابه. نگاه کنی آه این رسیدشه. خود نرگس خانم با دستاش انگشت داده زیر پای این. بابا دروغ. این نشون میده که 1,000,000 تومان گرفته وزیر این امضا کرده، هیچ حساب کتابی بابت حساب شوهرش از ما نداره و ما هیچ بدهی به ایشون نداریم. تازه اینطور که خانم موبینی میگفت مثل اینکه مقرری هم میگرفته. نه نه اینطور نیست، خانم موبینی دروغ میگه احتمالا. نیست، من براش مقرری معین نکردم. این چجوری مثل آب خوردن دروغ میگه؟ شما که باشید تماشا بابا. پس خانم موبینی چی میگفته که ماهونم میگرفته؟ گلوی صاحب. آره خودش همین الان گفتش که آقا جون من اجازه ندارم هر کاری بکنم. شما اگه نمیتونی من که میتونم. میدونه از حاجی یه چیزایی رو نمیدونه. اون که نمیدونه صحبت های بین من و حاجی چیه که شارونه خبر نداره. من نگفتم با این 100 تومن برای بفرست؟ ها نگفتم. البته حاجی میخواست با عطوفتی که داشت چیکار کنه، به اونا ماهیونه بده. من مخالفت کردم، یعنی من به حاجی گفتم به جای اینکه پول بهشون بدیم چیکار کنیم، کار بهشون بدیم.